بسیاری از معتقدان شیعه نوع رفتار حسین رو برگرفته از یک اصول اعتقادی می دانند، مبنی بر اینکه امام زمانی که با یک خلیفه یا حاکم غاصب و جوری روبرو می شود، وظیفه‌ای در امر به معروف و نهی از منکر دارد و برای این کار هم امام باید با فدا کردن خود و حتی بعضن یاران و بستگان سبب قوام و دوام دین خدا بشود. عده‌ای هم سعی کردند برای این اقدام حسین نوعی تاییدیه الهی هم بتراشند و این مطلب رو خواست خداوند بدانند که دوست داشته حسین رو کشته ببینند. چون این تفکرات و اندیشه هایی رو ما وقتی با این واقعه تاریخی و گزارشات اون تطبیق میدیم، سوالاتی در ذهن ما ایجاد میشه مبنی بر این که اگر واقعا امامی در راستای وظیفه خود تصمیم به قیام میگیرد و قصد او بر روی یک اصول اعتقادی بنا شده، چگونه ممکن است که در بین راه مردد بشود و بخواهد تغییری رو در این رویه ایجاد بکنه. در این جلسه ما سعی می‌کنیم عمده مطالب خودمان رو از دو کتاب که بقیه کتب هم به نوعی مؤید مطالبی هستند که خدمت دوستان عرض می‌کنیم انتخاب کنیم. یکی کتاب تاریخ طبری است که بیگمان مهمترین کتابی است که روایات ابو مخنف رو آورده، که یگان راوی است که در مورد تاریخ کربلا دست به نگارش زده، و از طرف دیگر از کتاب ارشاد شیخ مفید که از بزرگان تاریخ نگاری شیعه هست و کتاب او در زمینه تاریخ ائمه رو میتوان جزء کتب دست اول تاریخ شیعیان و ائمه اونها دانست، شواهدی در تایید مطالب خواهیم آورد. در جلسات گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که حسین در ابتدا زمانی که از مدینه خارج میشود، بعد از آمدن خبر مرگ معاویه و احضار حسین و عبدالله ابن زبیر توسط ولید ابن عقبه، سعی میکنه مدینه رو به سمت مکه ترک بکنه تا به نوعی در عملی برای بیعت با یزید قرار نگیره. در مکه هست که نامه های کوفیان میرسد و علی‌رغم سفارشات بسیار زیاد نزدیکان حسین مبنی بر عدم خروج او از مکه، حسین بی اعتنا به این موارد سعی میکنه بر روی آن تاییدیه‌ای که مسلم ابن عقیل مبنی بر حمایت کوفیان بر او داشته پایفشاری بکنه و مکه رو ترک بکنه. در بین راه و در نزدیکی های کوفه هست که خبر مرگ مسلم ابن عقیل و همینطور هانی ابن عروه رو میشنوه و همینطور از مرگ نام رسانان و پیک های خود هم با خبر میشه. اما کماکان به راه خود ادامه میده به سبب اینکه برخی از نزدیکان او اشاره میکردند که جایگاه حسین با جایگاه مسلم بسیار متفاوت هست و زمانی که مردم کوفه حسین رو ببینند، فوج فوج به سمت او خواهند آمد و مقبولیت او به نحوی است که مردم او رو ترک نخواهند کرد. حسین زمانی که به حوالی کوفه میرسه با بخشی از نیروهای گشتی عبیدالله که به فرماندهی حسین ابن نمیر سکونی مسئول رتق و فتق امور بیرونی کوفه بود و بعضا نیروهای گشتی رو به مناطق مختلف میفرستاد تا ورود و خروج به کوفه رو کنترل بکنن، به یکی از این نیروها که تحت سرپرستی حر ابن یزید تمیمی قرار داشته بر میخوره. نیروهای حر با حدود 1000 نفر جلوی حسین میستن و در اون لحظه هست که حسین متوجه میشود که اخباری که از کوفه به او رسیده کاملا درست هست و اوضاع به هیچ عنوان به نفع او نیست.
در این زمان هنوز دستور توقف کاروان حسین داده نشده، بلکه هول وظیفه‌ای که دارد این هست که سپاه حسین رو مشایعت بکنه تا نه وارد کوفه بشود و نه در راه بازگشت به مکه یا مدینه باشد. بعد از دیدن سپاه حسین، هول پیکی رو به سمت عبیدالله میفرسته تا به نوعی کسب تکلیف بکنه. در این زمان اتفاقاتی رخ میدهد که بازبینی دوباره اون میتونه برای ما مهم و حیاتی باشه در بازخوانی ذهنی مربوط به هدف قیام حسین. زمانی که وقت نماز میشود، حسین سعی میکنه با آن تعداد نیروی لشکر هور صحبت بکنه. متن این سخنرانی رو طبری و همینطور شیخ مفید مشترکاً و متفقاً هم آوردن که من خدمت دوستان قرائت میکنم، چون نکات مهمی در این مطلب وجود داره. حسین در برابر لشکر هور میگوید: ای مردم، مرا به پیش خدای عزوجل و شما این عذر هست که پیش شما نیامدم تا نامه های شما به من رسید و فرستادگانتان آمدند که سوی ما بیا که امام نداریم. شاید خدا به وسیله تو ما را بر هدایت فراهم آورد. اگر بر این قرارید آمدم، اگر عهد و پیمانی کنید اطمینان یابم به شهر شما آیم، و اگر نکنید و آمدن مرا خوش ندارید از پیش شما باز می گردم و به همان جا می روم که از آن سوی شما آمدم. در واقع در این سخنرانی حسین اشاره می کند که در پیشگاه خداوند این عذر رو دارد که به خواست مردم آمده، یعنی در راستای وظیفه امامت و قیام بر علیه خلیفه فاسق و فاجر نیامده، بلکه بس بر این بوده است که مردم از او خواستند که ما امامی نداریم و شما قیامی بکنید. اصولا فلسفه فرستادن مسلم به کوفه و رصد کردن این درستی و صحت درخواست کوفیان هم مؤید این مطلب هست که حسین بعد از نامه مسلم و تایید درخواست کوفیان عازم کوفه شده است. بنابراین مطلب به هیچ عنوان بر این بر نمیگردد که این امام به واسطه رسالت امامی خود، آنگونه که در کلام شیعیان وجود دارد، دست امر به معروف و نهی از منکر بزند. و نکته مهمتر این که او اشاره می کند که اگر از خواسته خود دست کشیده اید، من به همان جایی بر می گردم که از آنجا آمده ام. چون این گفته ای از حسین قطعا مؤید این مطلب هست که او وقتی اوضاع و احوال داستان رو جور دیگری دید، حال به دنبال این بوده است که به محل اولیه خود برگرده. پس سبب قیام رو ما می توانیم فقط در درخواست نامی کوفیان بدانیم. و اگر حسین به نوعی بنابر آن رسالت امامت خود باید کشته می شد یا به نوعی باید قیام می کرد، دیگر این که بگوید اگر نخواستید من برمی گردم چندان محل تأمل نیست و چه بسا عذری بدتر از گناه هست. بنابراین او یک بار چون این مطلبی رو میگوید و به نماز میایسته، سپاهیان هور هم پاسخی به او نمیدهند تا اینکه مدتی بعد در مورد نماز دومی که میخواهد بخواند، دوباره چون این مطلبی رو این بار با الفاظ دیگری عنوان میکند که باز هم هر دوی این روایت ها هم در کتاب طبری و هم در کتاب ارشاد شیخ مفید کاملا آمده است. حسین اشاره می کند که این مردم، اگر پرهیزگار باشید و حق را برای صاحب حق بشناسید، بیشتر مایه رضای خداست. ما اهل بیت به کار خلافت شما از این مدعیان ناحق سزاوارتریم. اگر ما را خوش ندارید و حق ما را نمی شناسید و آنچه که در نامه های شما آمده است
و فرستادگانتان به نزد من آمده اند بران نیستی از پیش شما باز میگرد. ما میبینیم که اینجا هم حسین برای حق خلافت و امامت بحث به نوعی نزدیکی با پیامبر اسلام رو حتی مطرح هم میکنه و اشاره میکند که و اینی حق به هذا الامر لقرابتی من رسول خدا، یعنی ما از کسانی که به نوعی برای رهبری مسلمانان میبینید شایسته تر هستیم و زیرا از نزدیکان رسول خداوندیم چون از اهل بیت هستیم. بنابراین در اینجا هم باز حسین به بحث امامت خود به عنوان یک تکلیف الهی بحث نمی کنه، بلکه خلافت و امامت خود رو از آن جهت شایسته تر میبینه که او به رسول خدا نزدیکتر هست به واسطه قرابت و نزدیکی، و از طرف دیگر اشاره می کند که اگر ما رو نمی خواهید اجازه بدهید تا ما به همان جایی برگردیم که از آنجا آمده. این تأکید دوباره حسین در همان روز نشان دهنده این مطلب هست که به نوعی حسین دارای یک نوع رسالت ذاتی نبوده که بخواهد به سبب آن دست به قیام بزند، بلکه زمانی که نامه کوفیان رو دید، اوضاع و شرایط رو مساعد دید، احساس کرد که میتواند دست به قیام بزنه و خلافت رو به دست بیاره، اما حال که اوضاع رو بر وفق مراد خود نمیبینه به دنبال این هست که اوضاع رو به شرایط قبل برگردونه و به نوعی به آن سرزمینی که از آنجا آمده بازگرد. بعد از این دو سخنرانی حسین، یاران حر و حتی خود او اشاره می کنند که ما از نویسندگان نامه نیستیم و اطلاعی از این مسائل نداریم، اینها رو نباید به ما بگویید، شما باید با ما بیایید به طرف عبیدالله و به نوعی با او بیعت بکنید. در اونجا حسین اشاره می کند که مرگ از این کار به من نزدیک تر است، یعنی حاضر نیستم که با عبیدالله بیعت بکنم. بعد از اون نامه عبیدالله به حر می رسد که به نوعی دستور می دهد حسین رو در همان منطقهی که نامه به او رسیده نگه داره، سعی بکند به نوعی مانع حرکت حسین بشود و آن پیکی که برای حر نامه را آورده به نوعی ناظر درستی اعمال حر هم باشد که ببیند فرمان عبیدالله رو به شکل کامل اجرا می کند یا نه. در واقع عبیدالله از حر می خواهد که سپاه حسین یا کاروان او رو در یک منطقه یا محیطی باز و بدون آب هم قرار بده. در اینجا یکی از یاران معروف حسین به نام زهیر ابن قین به حسین پیشنهادی می دهد مبنی بر این که حال که ما می دانیم یا بیعت باید وجود داشته باشد و یا ممکن هست کار ما به جنگ برسه و احتمالاً هم سپاه دیگری خواهد آمد، ما با نیروهای حر وارد جنگ و نبرد بشویم، چه بسا مبارزه با هزار نفر برای ما میتواند مثمر ثمرتر باشد تا اینکه سپاه دیگری هم به کمک لشکر حر بیاید. حسین در اینجا اشاره میکند که نمیخواهد شروع کننده جنگ باشد، اما میدانیم که به نوعی حسین با آن اقدام اولیه و خروج از مکه و گرفتن کاروانی در منطقه تنعیم و بعضاً شروع بیعت گرفتن از مردم کوفه نوعی قیام رو دامن زده بود و به نوعی در نگاه امویان و عبیدالله او جنگی رو آغاز کرده بود، هرچند وارد فاز نظامی و رو در روی نرسیده بود، اما قیام مسلم و بیعت گرفتن او از بسیاری از کوفیان نشانه این مطلب بود که حسین کار قیام رو آغاز کرد. به این ترتیب در روز دوم محرم لشکر حر تصمیم میگیرد حسین رو در همان منطقه‌ای که امروز به نام کربلا معروف هست نگه داره. در این میان در روز بعد یعنی سوم محرم عمر ابن سعد ابن ابی وقاص در واقع با 4000 نفر که به نوعی برای خوابانیدن یک شورش در منطقه دستبی و در قسمت‌های از ری عازم شده بود، بنابر آن گزارشی که عبیدالله به او می‌دهد اشاره می‌کند که برای قیام حسین هم در بین راه اقدامی انجام بدهد و بعد برای خواباندن آن شورش حرکت بکند.